گرامر صفات و زمایر اشاره سطح مقدماتی درس چهارم اما قبل از اینکه درس امروزمون رو شروع کنیم باید بهتون بگم ویدیوی قبلیمون که داخلش بهتون یه مکالمه آموزش دادیم در مورد اینکه چجوری بگید برای کسی کادو گرفتید یا کادوتون رو توصیف کنید حتما حتما نگاه کنید well guys, without further ado let's get into today's session بریم و درسمون رو شروع کنیم همونطوری که گفتم میخوام در مورد صفات و زمایر اشاره صحبت کنم اصلا زمیر اشاره چی هست چه موقعی استفاده میشه وقتی که میخواید به یه چیزی اشاره کنید بگید این وقتی که میخواید بگید اون به این کلمات میگن زمیر اشاره حالا در انگلیسی این کلمات چیا هستن خب وقتی شما میخواید به یک چیز مفرد که جلوتونه اشاره کنید و بگید این این به زبان انگلیسی میشه this this این this حالا میخواید به یک چیز مفرد که دوره اشاره کنید میخواید بگید اون اون به زبان انگلیسی چی میشه؟ میشه دت دت پس اون میشه دت حالا میخواید به یه سری چیز اشاره کنید که جمعن دیگه مفرد نیستن اما نزدیکتونن میخواید بگید اینها اینها به زبان انگلیسی چی میشه؟ میشه دیز 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 یعنی اینها به این کلمه ها دقت کنید چهارتا تا کلمه چون خیلی شبیه هم, هم و ممکنه گیج کننده باشن اما دت دس و دیز حالا میخواید به یه سری چیز اشاره کنید که دورن میخواید بگید اونها اونها به زبان انگلیسی چی میشه میشه دوز دوز پس این میشه دیس اون میشه دت اینها میشه دیز اونها میشه دوز حالا که یاد گرفتیم این چهار تا کلمه رو بریم و باشون چند تا مثال بخونیم که بهتر جا بیفته مثلا میخواید بگید این یه موزه این یه موزه چی میشه به انگلیسی میشه This is a banana This is a banana این یک موزه منفیش چی میشه میخواید بگید این یه موز نیست This is not a banana خب افعال توبی رو من در ویدیوی گرامر در استار انگلیش کاملا توضیح دادم حتما اون ویدیو رو تماشا کنید خب میخواید بگید اون یه اتوبوسه اون یه اتوبوسه that is a bus that is a bus حالا منفیش اون یه اتوبوس نیست that is not a bus that is not a bus میخواید بگید میخواید بگید اینا طول سگ هستند پاپیز پاپیز یعنی طول سگ سگ کوچولو رو میگم پاپی میخواید بگید اینا سگ کوچولو هستن اینا طول سگ هستن چی میگید به زبان انگلیسی میشه these are puppies these are puppies اینها اینها میشه چی میشه these these حالا میخواید بگید اینا طول سگ نیستن these are not puppies these خب حالا میخواید با به اونها اشاره کنید با دوز میخوایم جمله بسازیم دوز آر کیز اونها کلید هستند پس اونها چی میشه به زبان انگلیسی به زبان انگلیسی اونها میشه دوز دوز آر کیز دوز آر نات کیز اونها کلید نیستن. خب حالا اما چگونه زمایر اشارهمون رو سوالی کنیم ما یاد گرفتیم که بگیم این موزه اون اتوبوسه حالا میخوایم سوال بپرسیم بگیم آیا این موزه آیا اون اتوبوسه چجوری این رو سوالی کنیم خیلی ساده است فقط جای زمیر اشارمون با فعل توبیمون عوض میشه پس جای زمیر اشاره و فعل توبی رو عوض میکنید بریم و با هم مثالاشو ببینیم Is this a banana? آیا این یک موزه؟ جای فعل تو بیمون ایز با زمیر اشارمون عوض شد پس ما میگفتیم This is a banana این یه موزه جای این دوتا رو عوض کردیم Is this a banana آیا این یک موزه Is that a bus آیا اون یه اتوبوسه جای فعل تو و زمیر اشارمون عوض شد Is that a bus آیا اون یه اتوبوسه Are these your puppies Are these your puppies اینا طول سگای تو هستن اینا سگ های تو هستن Are those your house keys? Are those your house keys? اونها کلید خونه تو هستن پس جای فعل توبی با ضمیر اشاره عوض میشه وقتی که داریم سوالی میکنیم خب حالا حالا یاد گرفتیم که از ضمیر اشاره استفاده کنیم بگیم This is a banana. یاد گرفتیم سوالیش کنیم. بگیم Is this a banana? حالا یه چیز جدید میخوایم یاد بگیریم. اینکه چجوری جوری ضمیر اشارمون رو با WH question ها سوالی کنیم. ویدیوی WH question ها رو کامل آموزش دادیم. میتونید در سار انگلیش اون رو تماشا کنید. خب حالا چجوری جوری کنیم؟ اول کلمه پرسشی WH دارمون رو میاریم همون ابتدای جمله میذاریم. بعد از اون هم فعل توبی رو قرار میدیم و در ادامه هم بقیه جمله رو می نویسیم پس کلمه WSH دار فعل توبی و بقیه جمله برای مثال What is this؟ این چی هستش؟ کلمه پرسشی WSH دار فعل توبی و ضمیر اشاره من What is this؟ این چی هستش؟ This is a banana. این یک موزه. What is this? What is that? What is that? اون چی هستش؟ کلمه پرسشی WH دار فعل to be و زمیر اشاره اون چی هستش؟ That is a bus That is a bus اون یک اتوبوس هستش What are these? What are these? اینا چی هستند؟ کلمه پرسشی WH دار فعل to be و زمیر اشاره دیز اینا چی هستن؟ دیز آر مای پاپیز دیز آر پاپیز اینا طول سگای من هستن What are those? What are those? اونا چی هستن؟ دوز are my هاوس کیز. Those are my house keys. keys. کلیدای خونه من هستن. خب زمیر اشاره اینجا تموم شد کامل کامل بهتون آموزشش دادیم بریم سراغ صفات اشاره صفت اشاره چی هستش؟ همون چهار تا کلمه دس، دت، دیز و دوز این، آن، اینها و اونها این کلمات میتونن صفت اشاره هم باشن اما وقتی به عنوان صفت اشاره اینا رو میاریم یه سری شرایط میگیرن یه سری شرایط خاص دارن که باید رعایت شن چی این شرایط؟ این که این کلمات زمانی که صفت اشاره میشن حتما حتما بعدشون اسم میاریم و نمیتونیم این کلمات رو به تنهایی استفاده کنیم پس دیز، دد، دیز و دوز وقتی که صفت اشاره میشن حتما بعدشون اسم قرار میگیره بریم و با هم چند تا مثال رو بخونیم که بهتر بفهمید This cat is black دیس اینجا صفت اشاره است این گربه سیاهه این گربه دیس کت بعد از دیس اسم قرار گرفته دیس cat ایز باک این گربه سیاهه دت تیوی ایز آف اون تلویزیون خاموشه پس وقتی میخواید اشاره کنید به یه اسمی میخواید بگید اون مرد دت من میخواید بگید این سگ. دیس داگ میخواد بگید اون گربه ها those cats پس حتما حتما بعدش اسم قرار میگیره those dogs aren't wild those dogs aren't wild اون سگ ها وحشی نیستند these shoes are not mine These shoes are not mine. این کفش ها مال من نیستن. پس وقتی که صفت اشاره میشن این کلمه ها حتما حتما بعدشون اسم میاد و به تنهایی کاربردی ندارن. خب صفت اشاره هم همین بود بهتون آموزشش دادیم ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید اگر از این ویدیو لذت بردید حتما این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب به کانال استار انگلیش رو فراموش نکنید در درس بعدیمون قراره بهتون چند تا کلمه خیلی کاربردی زبان انگلیسی رو همراه مثال معنی و تلفظ درست آموزش بدیم پس همراه ما باشید Thank you for watching this video if you enjoyed it please like it and don't forget to subscribe to Sir English channel. See you tomorrow and goodbye.